در اوج تلاش های امریکا برای پایان دادن به جنگ در افغانستان، تنش ها میان کابل و اسلام آباد یک بار دیگر به گونه کم پیشینه ای افزایش یافتند. پاکستان هم برای یک بار و برای همیشه باید به این نتیجه رسیده باشه و برسه که حق تعیین سرنوشت مربوط به مردم افغانستان است. وزارت خارجه دیروز در اعتراض به پیشنهاد عمران خان برای ایجاد حکومت موقت در افغانستان، معاون سفیر پاکستان را به این وزارت فراخواند و نیز سفیر افغانستان در اسلام آباد را به کابل فراخوانده است. اگر چنین موارد ادامه پیدا بکنه، اقدامات بعدی افغانستان منتظرش باشند و این موارد طبیعتاً پیایند دارد. ما امیدوار هستیم دولت جمهوری اسلامی پاکستان و آقای عمران خان به عنوان یک شخص مسئول این موارد به گونه کامل رعایت بکنه. در همین حال زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، در واکنش به پیشنهاد عمران خان برای ایجاد حکومت موقت در افغانستان میگوید که در حالی که پاکستان در روند صلح افغانستان کمک های سازنده ای داشته است، اما تبصره های عمران خان چنین کمکی نکردند. تصمیم گرفتن درباره آینده افغانستان تنها و تنها به خود افغانان مربوط است. در موافقه صلح مشارکت در قدرت یکی از مسائل می باشد، اما مسیر باید واضح باشد و مسیر به انتخابات باید بیانجامد. ما نتوانستیم میان سه مسئله مهم ملی در داخل کشور اجماع ایجاد بکنیم. بحث صلح بسیار بحث مهم است، بحث انتخابات ریاست جمهوری و دولت آینده افغانستان. این سه مسئله باید به گونه‌ای در داخل کشور مدیریت بشه تا زمینه مداخله هر بازیگر فلاملی به حداقل ممکن برسونه و حتی صفر بکنه. سفیر ایالات متحده در کابل میگوید که برخی از شگردهای بازی کرکت در سیاست خوب کاربرد دارند، اما برخی دیگر نه. برای عمران خان مهم است که از چگونگی وضع توپ در روند صلح افغانستان و امور داخلی این کشور خودداری نماید. پاکستان پاکستان میتواند نقش مهمی را در یافتن یک راه حل برخواسته از گفتگوها در افغانستان بازی نماید و این چیزی است که ما از آن سپاسگزار هستیم. اما وزارت خارجه پاکستان میگوید که از گفته های نخست وزیر این کشور در رسانه‌ها برداشت نادرست شده است. در یک اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که سخنان عمران خان درباره برگزاری انتخابات زیر یک حکومت موقت در پاکستان بوده است، نه در افغانستان.